درود بر دوستان خوب. امروز داریم میریم پبل بیچ، اومدیم گاز استیشن بنزین بزنیم با آقای فراری 458، یکی از دوستان که قبلا بهتون نشون داده بودم. داریم میریم پبل بیچ، رفته رینگاش هم عوض کرده، رینگ اینطوری انداخته براش که بکنم 7-8000 دلار پول فقط رینگ داده و تایر جدید. حالا از پبل بیچ هم که رفتیم براتون این مقدار فیلم میگیرم که آقای کاشانی براتون بذارن روی وبسایتشون یا یوتیوب که ببینید. $4. $4 برای یه نوشابه کافی و قهوه هست من ستارباکس. راستی پمپ بنزین ها اینجا هم بهتون نشون بدم. ببینید 4 تا دکمه زرد داره، یکی مال دیزله، دو تا دیگه هم برای بنزین های مختلف. بنزین های سوپر اینجا دو درجه بالاتر هست، 87 معمولیه، بعد میشه 89، بعد میشه 91. 91 دیگه گرونترینه. قیمتش هم الان هستش $4.99 برای یک گالون، که هر گالون میشه 3.78 لیتر. حالا دیگه خودتون محاسبه کنید، الان مثلا 6 گالون زده بنزین و شده $3.86. اینجا پمپ بنزینش اسمش هست شبران و بنزین سوپر، البته میزنه بالاترینشو میزنه توی این ماشین، بخاطر اینکه یه مقدار بهتر باید، یعنی روی چیزش نوشته که حتما باید بنزین سوپر بزنید توش. اینم نازلای بنزین هست، وقتی میزنین این پایین میزنین گیر میکنه، بعد خودش که پر کرد قطع میکنه اتومات، نمیذاره که از سر چیز بریزه بیرون. من نمیدونم توی ایران هم حتما هستش دیگه، نمیدونم، ولی بهتون نشون میدم که اگه نمیدونستید حداقل یه آگاهی داشته باشید. درش هم باز کنم داخلش هم ببینید اینا، چون ماشین خوشگلیه. در زمین دوست ما رفته اگزوزش هم عوض کرده، نمیدونم 6-7000 دلار داده اگزوزش عوض کرده. اینقدر صداش زیاده، ما یه چیزی حدود فکر کنم حدود 30 مایل که بشه 45-50 کیلومتر باش اومدیم، اصلا اینقدر صداش زیاده آدم دیوانه میشه توی ماشین، خستت میکنه، بعد یه مدت خستت میکنه، همش داره تو مخت این صدای بلند. ولی خب برای مدت کوتاه خیلی خوبه، بخاطر اینکه یه صدای جالبی داره. درهای بنزین جدید این شکلی هستش که دیگه اصلا یه چیز نداره، بهش میگن کپ نداره. این خودش وقتی که اون نازل رو وارد میکنی این باز میشه، وقتی هم در میانی بسته میشه، تمام، یه چیز دیگه نداره که روش بره، در دیگه روش نمیره، فقط اون دری که بسته میشه که جلوشو بگیره این هست، چیز دیگه نداره. فراری های 2 میلیون دلاری، هر کدومشون 2 میلیون دلاره، همشون فروش رفته و اینا هنوز اجازه به حساب رانندگی توی خیابونای اینجا رو ندارن، ولی میتونن بیان تو ترک یا این پشت و رانندگی بشن، ولی در خیابونا اجازه ندارن. 1, 2, 3, 4, 16 تا 17 تا از اینا هست. 17 تا 2 میلیون دلار شما حساب کنید. و میگفت همشون فروش رفتن. هوا می ذره ابریه، ممکنه بارون بیاد. اگه بارون بیاد تمام داخل اینا خیس میشه. آینه‌شو فقط توجه بفرمایید. اسمش هست مانزا. فراری مانزا. SP2. رنگ‌های مختلفشون. این فکر کنم مدل های جدیدی که هنوز تو بازار نیومده ولی از قبل فروش رفته. از جلو که نگاه میکنین
اصلا چیز نداره، داشبورد اینا نداره، اون صورت آینش هم اینطوری زده بیرون. صدای منم اگه ضعیفه به خاطر اینکه ماسک باید بزنم و زیاد نمیشه بلند صحبت کرد اینجا. عقب ماشین خیلی قشنگه، طراحی ماشین واقعا زیباست. در ماشین رو نگاه کنید، به این کوچیکی واقعا زیباست این ماشین. و $2 میلیون هم برای اینجا کم پول نیست نه، یعنی با $2 میلیون میتونین 20 تا ماشین مرسدس اس جدید جدید، یعنی نو سال 2022 بگیرید. اس 280 هم نه، اس 550 با موتور بزرگ، اونا دونه $100,000، این $2 میلیون، یعنی 20 تا میتونین از اینا بگیرید از بنزا. و البته نمیشه به این ماشینا زیاد نزدیک شد، ولی من از دور یه ذره میگیرم براتون ببینید داخلشو آشنایی داشته باشید. ببینید اینجا جایی که ماشینا رو میارن پیاده میکنن. این کامینایی که میبینین هر کدوم مثلا 8 تا 9 تا ماشین توشون جا میشه و اینا از سراسر آمریکا ماشینا رو میارن اینجا پیاده میکنن و میرن. اوکی، این آقا اومده الان یه دونه فراری رو داره پیاده میکنه از این ماشین ها مسابقه رو، چون خیلی هم سطحش پایینه، جلوش پایینه، از بالا این پایین آوردنش یا سوار کردنش خیلی مشکله، برای همین این چیزها رو اضافه میذارن اون پایین که سطح ماشین بیاد بالا و جلوش نگیره. ببینید این ماشین پورشه فکر کنم LM باشه، اینا یه چیزی دوده 5 تا 6 میلیون دلار فروش میرفتن، الان نمیدونم قیمتشون چقدره. یه دونه دیگه هم اینجاست، یه دونه دیگه هم اینجاست. اینو البته من قبلا توی مسابقات پورشه رفته بودم دیدم، گالف پورشه. سیستم این ماشین هم این شکلی هست، دو طبقه، یه طبقه اینجا ماشین داره، یه طبقه هم بالا و اون یه حالت این آسانسوری میاد پایین و ماشین بالایی رو میاره پایین. اصلا اینجا تا چشمتون کار میکنه ماشین های قدیمی هست. واقعا وقتی فکر میکنین شاید من بگم بیشتر از 5 میلیارد دلار ماشین اینجا گذاشته که به چشم نمیاد اصلا. دوستان ماشین پورش مرسدس 300 this car is 1.5 million dollars. no 1.5 million dollars قیمتشه. یکیه، دوتاشون یکیه. این ماشینای 300 SL هست، هر کدوم 1.5 million dollars تا $2 million قیمتشون هست. البته این مدل گالوینگ نیستش، اینا رو بهشون میگن رودستر. این همین گالوینگ هم داره که دراش از بالا باز میشه و دقیقا همین ماشین هست، ولی اینا کانوردبل هست. این یه بنزه. من زیاد اطلاعی ندارم راجع به این ماشین، ولی یه دونه ماشین رضا شاه بود که آورده بودن و میگفتن $4 میلیون ارزششه. اینا فکر کنم بیشتر از مثلا 5 تا یا 10 تا در دنیا وجود نداشته باشه. فقط شما به اگزاز این ماشین نگاه کنید، در سال مثلا 1930 ساخته شده، 30-40 اون حدودا. ببینید چقدر زیباست رنگ این ماشین، این آینه میمونه، یعنی واقعا این آینه است. معمولا رنگ این ماشین ها حدود 50 تا 100 هزار دلار فقط پول رنگش هست. شما حساب کنید 100 هزار دلار شما میتونید 5 تا ماشین هوندای نو مثلا سیویک بخرید. ببینید این راهنماش هست، اصلا واقعا این ماشین ها زیبا. و داخلش هم چمدوناش، بخشید
باشم از اونهای ماشین هست. این ماشین ها اصلا نمیشه بهشون دست زد به خاطر اینکه نباید بهشون دست بزنیم دیگه. یعنی این باید اینقدر آدم مؤدب باشه که به این ماشین ها دست نزنه. اون چربی دست باعث میشه که رنگ رو خراب کنه. اینم یه بنز دیگه است. زیبایی طراحی در اینجاست. یعنی واقعا اینم یه بنز دیگه است که الان دیدیم داخلش. میخواستم فقط بهتون نشون بدم ببین چقدر زیباست، چقدر چوب کار کرده. صندلی‌هاش فکر کنم از چرم تمساح هست. اینا دارن قبل از این روز، قبل از این شو اصلیشون هست، دارن ماشینا رو تمیز میکنن که ببرن توی شو بذارن. ببین حتی چرخای ماشین و تایرا رو لای اون درزاشو داره تمیز میکنه که یه ذره خاک توش نباشه. یعنی تا اینقدر اینا دقت به عمل میارن برای ماشینایی که میرن تو. و یه ماشین اونجا به حساب اول بشه، یعنی وارد این شو شدن، وارد این داستان شدن، خودش یه قیمت ماشینتون رو چند درصد شاید بالا ببره که فقط بگین آقا ماشین من در پبل بیچ وارد شده. و اگه برنده بشه دیگه اون ماشین، یعنی بهترین ماشینی که میتونسته تو اون جریان باشه، در اون سطح باشه، بهترین ماشین در دنیاست. اینم که ماشینا ردیف کامینا دارن پیاده میکنن یا سوار میکنن. این ماشینی هم که داشت میذاشتش روی تو تراک بهش میگن، ماشین جرثقیل که نیستش دیگه، اینا بهش میگن تو تراک. سوارش کرد، داره میبندش. وقتی میبندن تایرهای ماشینو میبندن که بدنه یه جای دیگه ماشین اصلا صدمه نبینه، که به حساب سر نخوره یا از روی توتراک نیفته. اینم ماشین مشتی ممدلی که نه بوق داره نه صندلی. اینه فکرم جز اولین ماشین ها که ساخته شده. F8 Spider، یعنی سخلش باز میشه و این موتور V 8 سیلند داره، 3900 سی سی، 710 اسب، سرعتش بیشتر 211 مایل، 0-100ش 2.9 و 0-200 8.2 دهم ثانیه. این در واقع جانشین 488 است. دوربینش اون بغلی قرمزم SP90 هست که اون هایبریده، هم برق هست هم بنزین. اون ماشین خیلی از نظر شتابونات بیشتر از این بنزینی هستش، بخاطر اینکه هر موقع احتیاج به نیروی بیشتری داشته باشه توسط موتور برقی بهش کمک میشه و در نتیجه سرعت به حساب شتابش خیلی بیشتر هست. این ماشین موقعی که پرده برداری ازش کردن من اونجا بودم و قیمتش حدود 650,000 دلار اولش بود. یعنی اگه مثلا بخوان یه مقدار این چیزای فیبر کاربون و اینو بهش اضافه کنین تا 750 شاید هم 800,000 دلار برسه. موتورش البته عقب هست و اگه دقت بفرمایید این موتور خیلی خیلی پایین قرار گرفته شده و به سمت راننده که وزن ماشین رو بیاره پایین، یعنی سنتر آف ماس، حالا نمیدونم فارسی چی میشه، سنتر آف ماسش رو بیاره پایین که کنترل ماشین خیلی راحت تر باشه. و موتور به سمت وسط کشیده شده که به حساب تقسیم بعد